هالهلویا هالهلویا ما میایم کلیسای مسیح که از روح القدس بیاموزیم از عیسی مسیح راه را باید زشم شمع آموختن روشنی بخشیدن و خود سوختن و مسیح این کارو کرد برای نجات ما راه را باید زشم شم آموختن روشنی بخشیدن و خود سوختن آتشی در قلب گلهای سحر با سرودی عاشقی افروختن یاد پیمانهای دشت لاله را تا سهرگاهان به دل اندوختن بر تن پاک شقایق های صبح بر تن پاک شقایق های صبح جامعی در شن عاشق دوختن آمین آمده ایم اینجا که با فیض خداوند بیاموزیم و زندگی ما و رفتار ما و اعمال ما شن اون خداوندمون باشه که بهر گناهان بشریت روی صلیب رفت بهر گناهان ما نیز روی صلیب رفت امروز میخوایم درباره موضوعی صحبت کنیم که همه ما به نوعی تجربه کرده ایم و در این تجربه بازم نیز قرار خواهیم گرفت و خود گاهی خواسته و یا ناخواسته علت او خواهیم بود و گاهی معلول به آن می یعنی در معرض اون حتما قرار خواهیم گرفت هرچند این آرزه با درد همراه می باشد اما به هیچ وجه در شکل فیزیکی در موقعیتی که ما هستیم خودش رو نمایان نخواهد کرد این آرزه چون درونی و دینامیکی هستش بیشتر شخصی که خودش اون رو میگیره احساس میکنه و اون آزردگی و دلشکستگی هستش و آنهایی که این تجربه رو دارن که حتما همه ما این تجربه رو داریم نیز میدیم تو اون شرایط چقدر سخت از اون آزردگی هامون سخن می‌گیم. با دیگران با خودمون و بعضی از عیزان که تب شعر دارن مانند این شاعر این گونه میگن دل شکسته که باشی ساده ترین حرف ها عشقت را در می آبرد. همه تجربه کردیم دلشکستگی پیچیده نیست یک دل یک آسمان یک بغض آرزوهای ترک خورده حالم خوب هست. ظاهرش اما دلتنگ روزهایی هستم که می توانستم از ته دل بخندم دلشکسته هایم را زیر دوش حمام میبرم چقدر شده که ما فریاد هامون رو توی حمام رفتیم زدیم داد زدیم اون جایی که از دست کسی ناراحت بودیم رفتیم زیر دوش فکر کردیم داد زدیم گریه کردیم دلچکسته هایم را زیر دوش حمام میبرم برم را زیر شرشر آب داغ میترکانم تا همه فکر کنند قرمزی چشمانم از دم کردن حمام است دلشکستگی درد دارد معنا ندارد فردوسی نیز این گونه اعلام میکنه چنین است راز سپهر بلند چنین است راز آسمان آسمان بلند گهی شاد دارد گهی مستمند یعنی گاهی روزهامون شاده گاهی هم ما رو دلگیر میکنه و نیز اندوهگینمون میکنه و میدونیم که دلشکستگی و آزردگی با خودش ناامیدی پریشانی تأسف شرمندگی خجالت زدگی رو میاره و به نوعی دیگه گاهی با عصبانیت خشم و نفرت و یا حس انتقامگیری را به همراه خواهد داشت شخصی که مبتلاست در این شرایط روحی و روانی معمولا موقعیت حسی خودش رو طوری عنوان میکنه که گویا همیشه یک بار سختی رو داره با خودش میاره و این موقعیت یک موقعیت استثنا هستش که او رو ضعیف خواهد کرد پی بسته در امثال 18 14 تفسیرش رو براتون میخونم اعلام میکنه وقتی انسان روحیه روحیش قوی هست بیماری را تحمل می کند اما روحیه شکسته را چه کسی می تواند تحمل کنه وقتی که کسی دلش شکسته اینجا سخن از وقتی روحیه میکنه منظور اون کسی هستش که آزرده هستش و باز اینجا شاعر دیگه روی تجربه خودش حتما داره میگه اعلام میکنه کمی آهسته تر دنیا به شلاق تو در بندم دیگر هرگز به روی تو دمی حق حتی نمیخندم به حدم میزنی اما به جرمی که نمیدانم به حکم تلخ تقدیرم گرفتار شب تارم این حس درونی یک شخص است حالا اگر تب شعر داشته باشه اینگونه ازش جاری خواهد شد و نویسنده امثال 1722 22 نیز اعلام میکنه دل شادمان شفای نیکو می بخشد. اما روح شکسته استخانها را خشک می کند. پس ناخداگاه ما می دونیم که متاسفانه تأثیر خواهد گذاشت روی جسم انسان ها نیست گاهی تصور بر این می کنیم که زمانی که ما از کسی آزرده میشیم دلمون میگیره، دل شکسته میشیم چقدر خوبه که بریم با یه نفر دیگه در میون بگذاریم و وقتی که این کار کردیم چه بسا حتی شاید اونها شنوندگان بسیار خوبی بودن اما درمان کنندگان خوبی نبودن و چه بسا که ما رو حتی سرزنش کردن و تو یک موقعیت خیلی بدی قرارمون دادن باز شاعری اعلام میکنه در محفل خود راه مده همچون منی را که افسرده دل افسرده کند انجامنی چون وقتی که ما از درد دلمون با افرادی صحبت میکنیم که اون دانش و اون تحمل رو ندارن آنان نیز آزرده خواهند شد و آزردگی اونها متاسفانه روی ما نیز تاثیر خواهد گذاشت داود پادشاه روی تجربه خودش اینگونه میگه مزمور 69 19 الی 20 باز تفسیری تو بر... تفسیری رو میخونم که تصورم بر این هست بهتر باز میکنه اعلام میکنه به خداوند میدانی چگونه مورد سرزنش و اهانت قرار گرفته و رسوا شدم همه دشمنانم را تو میبینی تنه و سرزنش مردم مردم دل مرا شکسته است و سخت بیمار شدم منتظر بودم کسی با من همدردی کند اینجا میتونه شخص حالا این نویسنده و یا من و شما و یا کس دیگه ای از میخوام انتظار بیجا داشته باشه چون وقتی ما داریم درد خودمون رو با یک شخصی میگیم اگر اون در توانش نیست آگاهی نداره و حتی اونقدر رابطه نزدیک با ما نداره که ما رو درک کنه و کمکمون کنه این همون از میخوام انتظار بیجاست که ما از دیگران داریم ولی شخص دلسوزی یافت نشد کسی که من رو درک کنه به جستجوی افرادی پرداختم که مرا دلداری دهند اما کسی را یافت نکردم بنابراین به این نتیجه می رسیم که دلشکستگی‌های های ما دلازردگی های ما همون گونه که گفتم اگر شنوندگان خوبی داشته باشه چه بسا که طبیبای خوبی نداره و ما رو سرزنش میکنن متاسفانه شخصی که ماشینش رو دزدیدن رو که به دوستاش رفت گفت دیروز اینطوری این, این اتفاق افتاد و ماشین منو دزدیدن یکی از دوستاش گفت خب چه تقصیر خودته چرا قف یه قفل نزدی ماشینه اون یکی در اومد گفت خب میدونی خودت مقصری خب ماشینت یه جای پارک کردی خب دوز اونجا راحت میتونه به دوزه اون یکی در اومد گفت از بس که این ماشینتو خوشگل کردی این ماشینت هم دوزیدن گفت راست میگی همه تقصیرها مال منه آقا دوزه که اصلا تقصیری نداره آیا شده تا حالا خود ما با دیگران این کارو کنیم؟ در یک جایگاهی مردم رو قرار بدیم که واقعا ببینیم اونها رو میخواییم مقصر بدونیم باز شاعری میگه از دیگران بریدم تا مهربان بمانی از دیگران بریدم تا مهربان بمانی نامهربان تو رفتی با دیگران بمانی وقتی که افراد میان نزد ما از غمشون از مشکلاتشون میگن بهترین کاری که فرزند خدا میتونه بکنه چی هستش؟ بله؟ دعا برابر یه دست بزنید یه دست بزنید بهترین کاری که میتونیم بکنیم دعا هست فراموش نمی شاید خیلی رب به این موضوع نداشته باشه اما نزدیکش هست سالها پیش وقتی ما اتریش بودیم و توی کمپ پناهندگی بودیم و اونجا معمولا کلید به ما میدادن برای اون اتاق و وقتی گم میشد جریمه میکردن حالا گذشته از این و ما رو این مقدار تو اون وضعیت اقتصادی هم نگران میکرد فراموش نمیکنم بعد از این که دو سه ساعت ما گشتیم برای اینکه این, این کلیت رو پیدا کنیم و پیدا نشد یکی از ایمانداران اتریش خانومی بود به نام مارگریت ایشون اومدن اتاق ما و دیدن من و زهره جان آشفته و پریشان هستیم گفت چی شده گفتیم برای کلیت اینجا رو گم کردیم و اینا هم که میدونید چقدر سخت میگیرن جریمه میکنن گفت دعا کردید گفتیم نه دعا نکرده بود گفت بیاید دعا کنیم باور کن موقعی که این خواهر که با یک قلب خیلی خوبی هم این کار کرد خود من گفتم عجب حالا میخواد دعا کنه چی بشه ما تمام خونه رو گشتیم وقتی دعا کردیم همه که تموم شد اومدیم بشینیم خود این خانم این خواهر پتو رو برداشت که بشینه خب جای ما خیلی بزرگ نبود روی همون تختایی که میخوابیدیم میشستیم همین که پتو رو برداشت کلیت اونجا بودش شاید ده بار اونجا رو ما گشته بودیم. پس دعا برای ما فرزندان خدا یک پیروزی هست در این شرایط حال واکنش صحیح در برابر تمام آنچه که باعث آزردگی باعث دلشکستگی ما میشه چی هستش کلام خداوند کتاب مقدس بهترین پند زندگی یک ایماندار هستش حتما رجوع کنی به متخصصین نسبت به های زندگیتون هر کسی اما این رو بدونیم از این قافل نشیم شما خودتون نیز میدونید هر درسی رو که من شروع میکنم ناخداگاه باور کنید شاید میله به اینم ندارم چون تکرار بشه اما روح القدس هدایت هم میکنه در همین پیدایش ما میبینیم از همون ابتدا آدم و حوا اولین تجربه آزردگی و دلشکستگی رو دارن و با یک واکنش اشتباه روبرو میشن چرا؟ زمانی که متوجه میشن شیطان اونها رو فریب داده آزرده خواهند شد و آزرده میشن و چون آزرده میشن و بعد میترسن و بعد ناامید میشن و بعد فرار میکنن طوری که خداوند میگه شما کجا هستید واکنش اشتباه بعدی که ما در کتاب مقدس میبینیم قائن هست زمانی که خداوند از دل او با خبر بود و هدیه او رو نپذیرفت قائن نیز با یک واکنش اشتباه که خشم بود نیز این مسیر رو طی کرد و سقوط کرد چرا که برادر خودش رو نیز کشت و میبینیم که با آشفتگی و خشمی که قائن داشت آسیب به خودش زد و هر دو این موارد الان انجام میشه برای کسایی که دلازورده میشن پس خوشیار باشیم وقتی دلازورده میشی وقتی دلشکسته میشی هوشیار باش از این دوتا مسیر نرو چون در برابرش شکست هستش و نمیتونی موفق بشی و تو یک موقعیت بدی نیز قرار خواهی گرفت سیاوش کسرایی نیز اعلام میکنه ماه قمناک، راه قمناک، ماهی قرمز افتاده بر خاک دل آزرده دل شکسته موقعیت بد بعد من یک تفکری میکنم در این مسیر که روزگارم رو بدترم میکنم اگر من دلم شکسته شده اگر آزرده شدم بدون تفکر و بدون اندیشه درست بخوام در مقای بله اون آزردگیم قرار بگیرم مسلم بدونیم که ما شرایط خیلی بدتری رو نیز خواهیم داشت اما همون گونه که عرض کردم بهترین مسیر یک تفکر درست هست نسبت به آزردگیمون میرسیم که چگونه باید عمل کنیم نویسنده مزبور چهار چهار اعلام میکنه نگذارید خشمتان شما را به گناه بکشاند اون خشمی که بر اثر آزردگی وجود شما را گرفته بر اثر دلشکستگی گرفته همه ما تجربه کردیم به طور خاص اون اول اتفاقی که میفته شما آزرده میشی از همسر از فرزندانت از دوستانت اتفاقا دوستان کسایی که رابطه نزدیک باهاشون دارید میدونید که انتظار و توقع شما میره بالا و خشم شما بیشتر نسبت به اونها خواهد شد و اونجا هستش که ما آسیب میزنیم به خودمون و به دیگران میگه نگذارید خشمتان شما را به گناه بکشاند بر بسترهای خود در سکوت به رفتار خود فکر کنید یعنی در آرامش توی بستر یعنی اون استراحتگاهتون یه مقداری فکر کن بلا فاصله نتیجه گیری نکن بلا فاصله دلت شکست نفرینش نکن دو تا سخن زشت بهش نگو که و نیز در سکوت یعنی این که اجازه نده هیچ صدایی بیاد میدونم که خیلی از دلازردگی ها و دل شکستگی که ایجاد میشه بر اثر یک سوء تفاهم هست یک دروغ هستش یک موقعیتی هستش که برای شخص ایجاد میشه اما بهترین واکنش درست و تدبیر درست این هستش که ما با اون موضوع رو روبرو بشیم. قبل از اینکه بخواد این موضوع انقدر کش پیدا کنه، بین هر کسی هستش، رابطه ها رو پیدا کنیم. با چه کسی هست؟ شفاف باهاش صحبت کن. موضوع رو بیا کاملا براش بگو. و اجازه بده این مسئله حل بشه. و این چیزی نیستش که امروز شما بگید خب روانشناسه را رو ندارم، تعلیم میدم. خیر 2000 سال پیش عیسی مسیح در انجیل متا 18 15 الی 20 داره اعلام میکنه که زمانی که افراد با همدیگه مشکلی پیدا میکنن و باعث دلازردگی هم میشن قدم اول برو به خودش بگو قدم دوم با یه نفر دیگه برو بهش بگو قدم سوم به کلیسا بگو قدم چهارم هر کاری دوست داری بکن یعنی که به قانون بگو نه اینکه یه کار باشه که غیر انسانی باشه و غیر قانونی باشه نمیدونم تا چه مقدار شما در این مسیر تجربه داشتید اما تجربه من در طول این یک سال شخصی که متاسفانه هنوزم داره پشت سر من غیبت میکنه و سخنان بیهوده میگه چون درش قرار گرفتم میخوام بگم آنچه را که دارم از کلام خدا به شما تعلیم میدم را حس کردم لمس کردم همه ای ما لمس کردیم اما بیهوده نیست میام اینجا صحبت میکنم آدم وقتی لمس میکنه بهتر میتونه دربارش صحبت کنه یک سال تمام شخصی پشت سر من و خانواده و کلیسای ما سخنانی رو میگه که کاملا دروغه قدم اول من دعا که هم رفتم با خودش صحبت کردم توبه کرد در کنار همسرش گفت منو ببخشید اشتباه کردم خب اومدم دوباره بعد از مدتی دوباره دم یه عزیزی اومد گفت نه یه عزیزی خیلی یاد مدام ولی یه عزیزی که اصلا فکر نمیکرد مثلا برفرض ایشونه اینقدر دروغش بد باشه و بوزه. اومده من گفت. گفتم آیا حاضر هستی با هم بریم نزده ایشون؟ گفت بله که حاضرم من به اتفاق ایشون رفتم پیش این شخص و گفتم که آیا شما اینو گفتید؟ گفت ببخشید اشتباه کردم توبه میکنم دوباره گفتیم باشه خدا بشه و دوباره توبه کن خوشبختانه این خیلی خوبه و بعد دوباره من شنیدم این بار که شنیدم دیگه خودم نرفتم به رهبران کلیسا گفتم رهبران کلیسا یک دو تا از عزیزان تصمیم گرفتن با این شخص تماس گرفتن و گفتن که شما این کارا رو نکن اونم گفت اول گفت منکر شد و بعد گفت اشتباه کردم دیگه نمیگم دوباره شنیدم خب دوباره شنیدم چیکار کنم می توانم مطابق آن از کلام خدا متا 18 هست مسیح نیز داره ما رو پند میده من می برم شکایت کنم وکیل بگیرم ادعای حسیت کنم اما وقتی زانو زدم و دعا کردم همون که خواهرم سم گفت دعا دعا کردم خداوند با قلبم صحبت کرد بلش کن با. بسپارش من کارتو بکن خدمت تو انجام بده و تصمیم گرفتم در این رابطه کرشم لالشم کورشم هیچ کاری نکن چرا چون به خاطر اینکه این, این دلازردگی و این دلشکستگی شکستگی بیشتر به من آسیب میزنه و خانوادم و به کلیسا رهاش کنم بهتر میتونم توی جایگاهی قرار بگم. حالا در این رابطه ما نسبت به دنیا باید همین کار رو کنیم شما میدونید که این در از آگهی بازرگانی این تبلیغات بسیار هست آیا همه ما گوش میکنیم به این تبلیغات آیا بلا شما تو تلویزیون میگه فلان ماشین رو بخرید میرید میخرید تحقیق میکنید درسته همینطور امروز هر صدای منفی حتی اگر روبروی شما شخص قرار میگیره تو چشات نگاه میکنه و به شما توهین میکنه نپذیر چون شما که اون نیستید بذار بگه وقتی شما اون نیستید چه اشکال داره مثل اینکه یه ای نفر من برسه بگه شما صد سالته خب من میگم پیر جد بابایت خب حالا بگه صد سالم هست مثل اینکه یکی من بگه تو فلجی آیا من فلجم؟ نه فلن, فلن به من بگه کوری خب دارم من میبینم آخه چه لزومی داره من خودم رو اذیت بکنم تو این موقعیت حتی اگر افراد به شما روبروی شما میشن نسبت به موقعیت زندگی تو رو دلازاری باعث دلازاری تو میشن دلشکستگی تو میشن و صداهای منفی از هر کجا از هر موقعیت چه احساس درونی هست گوش نکن مطابق تحقیقاتی که شده تحقیقات علمی هستش 98 درصد صداهای منفی و نگاتیو از درون و از خارج هیچ تأثیری تو زندگی نه. 98 حالا تو برای من تو برای دو درصد بجنگیم با خودمون و با دیگران نیز باید بجنگیم و تو یک شرایط بد خودمون رو قرار بدیم داوود پادشاه نیز وقتی در این شرایط قرار میگیره مثل خود من که تصمیم گرفتم کر و کور و لال بشم در این موقعیت ها اونی زینگونه میگه در مزمور سی و هشت دوازه اله 17 اعلام میکنه آنانی که قصد جانم را دارند برایم دام میگذارند و کسانی که در صدد آزارم هستند به مرگ تهدیدم میکنند و تمام روز علیه من نقشه میکشند من همچون شخص کری هستم یعنی تصمیم گرفته کر بشه نه اینکه کر هست داوود پادشاه ما نخون جای کر شده باشه تصمیم میگیره دیگه کر باشه نسبت به اون موضوع همچون شخص کری هستم که نمیتواند یعنی نمیخواهم نمیتواند بشنود مانند شخص لالی هستم که نمیتوانم یعنی نمیخواهم تصمیم بگی سال آینده که درش قرار میگیری به صداهای منفی که باعث آزار دل تو میشه گوش نکنی تمونش کنی میگه نمیتوانم یعنی نمیخواهم سخن بگوید مثل کسی هستم که به سبب کری قادر نیست پاسخ دهد ای خداوند امیدوارم و یقین دارم که تو به من پاسخ خواهی داد نگذار دشمنانم به ناکامی من بخندند و وقتی میفتم خود را برتر از من بدانند نزدیک است از پای درایم این بیماری یعنی این دلازاری این دلشکستگی عزیزان نه اون صدای منفی نه چپ چپ نگاه کردن فلانی نه اینکه میگن اقامت نمیگیری تو داری میترسی نه اینکه این حس به تو میگه بازم تنها خواهی بود فرزند نخواهی داشت همسر نخواهی داشت اینها نه اینها جز واقعیت های زندگی باید بپذیریم بلکه اون دلازاردگی که پوسته من و شما رو در طول تاریخ ضعیف کرده و شکننده کرده اون رو داره میگه این بیماری دائم مرا عذاب میدهد اگر من نیز بپذیرم اگر من بپذیرم پس راحت کنم خودم رو و اجازه ندم اندیشمندی اعلام میکنه دلم را شکستن اما من به تلافیش هرگز دلی را نخواهم شکست زیرا نمیخواهم دلی بچشد هر آنچه که من چشیدم و کشیدم اگر تصمیم بگیرم که در مقابل آنانی که مرا دل آزرده کردن و دلم را شکستن اونها نیز دل شکسته خواهند شد اگر شما و من این حس رو داریم که دلازردگی و دلشکستگی نمیتونه موقعیت خوبی رو داشته باشه پس باید رها کنیم داوود پادشاه در دوم سموئیل باب 16 میخوانیم که اعلام میکنه شخصی که در مقابل او قرار میگیره و به داوود توهین میکنه و فرمانده لشکر میگه همین الان میدم سرش رو از تنش جدا میکنم میگه ولش چه کارش داری چه بسا خدا اجازه داده این شخص اینجا قرار بگیره تا من آزموده بشم تا من قوی بشم و در جاگاه جا درست قرار بگیرم این دو مورد مورد ها یک بود که در رابطه با قائن و در رابطه آدم و حوا گفتیم واکنش بد بود پس خوشحال باشیم از این دو مورد خودمون رو جدا کنیم نه افسرده شو نه فرار کن نه بترس و نه خشمگین شو نه به دنبال انتقام باش نه کسی رو از بین ببر ما فرزندان خدا این دوتا واکنش رو نمیتوانیم داشته باشیم اما واکنش های درست هم در کلام خداوند هست که باعث تعلیم ما خواهد شد یکی از واکنش های درست ما میبینیم مادر سمویل هست مادر سمویل هنا یک زن نازا بود هبوی او مدام او رو مسخره میکرد چون هووش فرزندان داشت مدام او رو مسخره میکرد که تو فرزند نداری و سرزنشش میکرد و در اون زمان کسی که صاحب فرزند نبود در اصل مارک بی به اون میچسبوندن و میگفتن این خانه چراغش خاموش هست همین صحبت که ما بین ایرانی هم در گذشته بود خوشبختانه الان اندیشه ایرانی ها بهتر از این شده که با این چیزا همدیگر رو سرزنش کنن و باعث دلازاری حنا شده بود اما حنا چه کار کرد؟ میگه هنوز زمانی که دوباره حبوی او او را آزرد و سرزنش کرد از خانه اومد بیرون از موقعیت خودش اومد بیرون از قایق شکستش اومد بیرون دل شکسته میدونید مثل این قایق شکسته است کسی که توی قایق شکسته هست دیر یا زود اون قایق غرق میشه بزن بیرون به طور خاص ما که فرزندان خدا هستیم بزن بیرون بگو مسی مثل, مثل پتروس به من قوت رو بده که روی آب را برم و به تو کمک خواهد کرد هنا این کارو کرد حنا از خانه زد بیرون به کجا پناه برد به خانه برادرش خالش امهش، دوستش کشیشش به خانه خدا پناه برد وقتی که میخواست وارد خانه خدا بشه ایلی که کاهن خانه خدا بود اونجا بود به اونم هیچی نگفت ما اینجا تعلیم نمیدیم که اولین دردها و رنجاتون رو به ما بگید هاشا اول به خود خدا بگید بذارید خدا با شما صحبت کنه مبادا این صداهای منفی بیاد که نباوتی نمیشه خدا سخن نمیگه هرگز هاشا که اصری هستیم که همه فرزندان خدا میتونن نباوت کنن مشروط بر این که از روح خدا و حکمت خدا پر بشن حنا میره در حضور خداوند و شروع میکنه دعا کردن و با خدا انقدر محکم سخن میگه که خداوندا اگه میخواهی دختر بده پسر بده هر چی میخوای بده نخر میگه خداوند به من پسری بده که من اون پسر رو به تو ببخشم این گونه سخن میگه این گونه با خدا سخن بگید دل آزرده این گونه سخن نمیگه دل شکسته میره میگه خدایا تو که میدونی هوون چشش درات پوست منو داره میکنه چقدر از چقدر قیبت که تازه خدای تو هم قبول نداره عبادت هم نمیکنه نه روزه میگیره فلا هیچی نگفت بعد هبوشو نگفت رفت گفت خداوندا آمدم نزد تو و از تو من پسری میخوام و خداوند مطابق فیضش به او فرزندی میده که تاریخی میشه سموئیل که به نوعی بعضی از مفسرین کتاب مقدس میگن اولین دانشگاه الهی، الهیات رو سموئیل زده و ما میدانیم که دو پادشاه اسرائیل رو هم شاول و هم داوود رو سموئیل انتخاب میکنه و نبی خدا نبی بزرگ خدا من بود ولی بعد از اون دوباره سه پسر و دو تا دختر دیگه بهش میده کسی که میدونه خوب راه رو بره اتفاقا ایلی سرزنشش میکنه اتفاقا اون کسی که به عنوان کاهن اعظم هست سرزنشش میکنه اگر ایستادی برای کار درست خواهش میکنم به سرزنش کشیشت نگاه نکن دوست ایماندارت نگاه نکن نه کلام خدا گفته الان دیگه میتونی بری سوش کنی به من گفتم به من گفتن که حتی کشیش هایی هستن وکیلن و الان تو این قسمت میتونن کاری کنن که ایشونو سو کنی من چه کار دارم خب اینا پیشنهاد بود من دادن ولی من کاری رو انجام دادم که خدا به من گفت و همه باید ما باید این گونه باشیم کاری رو انجام بدیم که خداوند میخواد و مطمئن هستیم که در اون موقعیت خدا نیز عمل میکنه چرا؟ چون ما از راه محبت رفتیم جلو ما از راه حکمت خدا رفتیم جلو و در این مسیر معجزه خواهد شد گونه که مولوی اعلام میکنه از محبت دردها صافی شود از محبت دردها شافی شود یعنی شفا مییابد و باعث شفای ما میشه وقتی تصمیم میگیری به جای اینکه کسی تو رو آزرده تو رو اذیت کرده تو بایستی برای یک موقعیت درست یکی دیگه از واکنش های درست یوسف هست یوسف برادرانش او رو آزرده میکنن او رو به چاه میاندازن ولی واکنش یوسف چگونه بود واکنش یوسف این بود که اونها را بخشید حتی زن توتیوار که از اون تقاضای هم بستری کرده بود که باهاش زنا بکنه و او را محکوم کرد و نیز به زندان رفت اونجا نیز یوسف با دلازردگی نرفت این رو میفهمم این رو درک میکنم همه ای ما ناراحت میشیم غمگین میشیم دلمون میگیره اما زمانی که تصمیم میگی در اون دلازردگی بیستی در اون دل شکستگی بیستی اجازه نمیدی خدا تو زندگیت کار کنه همون گونه که تو زندگی یوسف و در زندگی حنا کار کرد اما وقتی تصمیم جدی میگیری که بیستی برای آنچه خدا اعلام کرده و همون محبتی که خداوند نیز اعلام کرد و خودش عملی ساخت مطمئن باشیم که دست خدا رو باز میذاریم که دل شکسته ما رو نیز آروم کنه همون که در مزمور 147 اعلام میکنه سه خداوند دلشکستگان را شفا میبخشد و زخم های ایشان را مداوا میکند مشروط بر اینکه که من در حضور خدا برم نه اینکه من برم غیبتامو بکنم حرفامو بزنم وکیلم بگیرم دشمنیامو بکنم حالا دعام دارم میکنم یعنی من دارم با چند تا روش رو با همدیگه قراقاتی کردم حالا انتظار دارم که خداوندم منو مثل حنا و مثل یوسف یوسف پادشاه منو برکت بده جلال الدین رومی میگه با آنکه خداوند کریم است و رحیم گندم ندهد بار چو کاری. اگه کاملا اراده خدا رو میخوایی برای رفع رفع آزردگیت و دلشکستگیت مطمئن باش که خداوند عمل خواهد کرد و اجازه بده از این دلشکستگی رها پیدا کنی دلشکستگی یعنی چی دل شکستگی یعنی تسلیم ترساد شدن دل شکستگی یعنی که تسلیم ناامیدی شدن یعنی که قبول کردی که شکست خوردی این دل شکستگیه قبول کردی پذیرفتی اما زمانی که شما اجازه نمیدی دل شکستگی وجود تو رو بگیره میدونی وجود تو رو و منو کی میگیره؟ بشنوم خدا میگیره خدا میگیره زمانی که اجازه نمیدیم چون دل شکستگی با خودش گفتیم ناامیدی میاره نگرانی میاره خشم میاره خدا نزدیک گناه نمیتونه بشه اما زمانی که من اجازه میدم دل شکستگی در من نباشه از خدا کمک میخوام خدا میاد این دل شکسته منو پیوند میده و قوت خدا با من خواهد بود تا بتونم نیز به پیروزی ها برسم باز در مزمور 31 24 ریز میخونیم میگه قوی باشید خودت ممن ما باید قوی باشیم اعلام نمیکنه برو از جا تغذیه بشی قوی بشی قوی باشی یعنی اجازه نده دل در تو ساکن شه ببر زیر صلیب عیسی مسیح و تسلیم خدای زنده کن و اون زمان تو قوی خواهی شد به توسط روح القدس میگه قوی باشید و دل شما را تقویت خواهد داد ای همگانی که برای خداوند انتظار میکشید زیرا که منتظرین خداوند هرگز خجل نخواهند شد به طور خاص ما که فرزندان خدا هستیم و مسیح به خاطر همین دو هزار سال پیش آمد روی زمین جسم انسان برتن کرد تا دلهای نازک و شکننده ما رو تقویت کنه آمین مطابق کتاب اشعیا 53 که نیز اعلام میکنه 5 و حال آنکه به سبب تقصیرهای ما مجروح و به سبب گناهان ما کوفته گردید و تعدیب سلامتی ما را بر وی آمد و از های او ما شفا یافتیم و در اول پتروس 3.24 24 میخونیم که این پیشگویی انجام شد آمین و چون این پیشگویی انجام شد در حضور خدا خودت رو تقویت کن بریم با همدیگه بشنویم انجیل یوحنا 3.16 16 الی 17 زیرا خدا جهان را آنقدر محبت نمود که پسر یگانه خود را داد تا هر که بر او ایمان آورد هلاک نگردد بلکه حیات جاودانی یابد. آمید. زیرا خدا پسر خود را در جهان نفرستاد تا بر جهان داوری کند بلکه تا به وسیله او جهان نجات یابد. آمین. آمین. خب خدا همه موقعیت درست کرده. آیا من و شما تو یک لیوان تو یک ظرف کثیف خوراک می‌خوریم؟ آب می‌خوریم؟ می‌خوریم؟ هرگز. چرا انتظار داریم؟ زمانی که زندگی ما تقدیس نشده، پاک نشده، حضور خدا با ما باشه همیشه؟ قوت خدا با ما باشه، پس ما باید زندگی خودمون رو تقدیس کنیم. ما که به راحتی لمس می‌کنیم، می‌فهمیم، درک می‌کنیم کجا میکروب هست، کجا آلودگی هستش. بیمارستان میریم ده بار دستمون رو تمیز میکنیم رستوران میریم دستمون رو میشوریم چطور انتظار داریم وارد سال جدید بشیم که برکت خداست تو زندگی خودمون قبل از اون هنوز زندگیمون رو تقدیس نکردیم پس باید زندگیمون رو تقدیس کنیم حتی از دل آزردگی زندگی تو تقدیس کن از دل ها زندگی تو تقدیس کن چرا که نشانه دل شکستگی و آزردگی یعنی این نسبت به هر کسی نسبت به هر کسی ذهنت رو متقاعد این نکن که فلانی حقش دل منو شکسته نه 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 نسبت به هر کسی باید این اجازه رو بدی که خدا پیوند بزنه این دل شکستگی تو رو دلایل رو همه رو بذار کنار همون گونه که از کردم اگر توی دنیا ما به راحتی فرق خوبی و بدی رو میدونیم فرق کثیف و تمیزی رو میدونیم چقدر بیشتر خدا که خالق ما هست این رو درک میکنه بهانه ها و دلایل رو کنار بذاریم گارسانی یه دونه مرغ برای مشتری خودش این بره و دستش هم محکم گذاشته روی طرف بشقا و یه طرف محکم گذاشته و روی مرغ وقتی میره به روی میز مشتری میگه دست تو از روی مرغ بردو چرا دست تو گذاشته روی مرغ من میگه آخه میترسم دوباره بیفته زمین زمانی که خود ما چنین موقعیت حسی رو داریم نسبت به نیازهای جسمانیمون آیا انتظار نداریم که خداوند نیز ما رو در این شرایط که هنوز زندگیمون رو تقدیس نکردیم دست یاری ما بده درست فیض خدا با ماست اما لازمه ای فرزند خدا هست که تقدیس بشه بریم با همدیگه انجیل متا 15 21 الا 28 رو نیز داشته باشیم و در کناری که داریم این کلام رو میشنویم خواهش میکنم قبل از اینکه بخوایم دعا کنیم تصمیم جدی بگیر که در دلازاری در دل شکستگی قرار نگیریم آزرد دل نباش چون خدا رو داری آزرد دلی یعنی اینکه من هنوز متعلق به گذشته هستم پس مطابق نامه قرنتیان 5 که اعلام میکنه توی نامه قرنتیان که در مسیح خلقتی تازه است چیزهای کهنه درگذشت چی میشه بین ما اگر این ایمان رو داریم و میخوایم در تولد تازه قرار بگیریم میبایس اول تصمیم بگیر تصمیم نسبت به تمام موقعیت هایی که باعث دلازاری شما شده نمیدونم باز میخوام مثال میزنم ازدواج ناموفق داشتیم بیزینس ناموفق داشتیم دوستان بدی رو داشتیم فکر میکنی فرزندانت خوب نیستن فکر میکنی کارت خوب نبوده سابکار گذشتت امبوزت خوب نیست تصفیه کن با ذهنت کاملا تصویه کن بریم با هم دیگه بشتیم. اولا ببینم عزیزان برشور دارید یا نه اونا که برشور نه دستاشون بره بالا لطفا ممنون میشم لطفا به عزیزان برشوراشون رو بدید ممنون میشم میتونید بخونید جان؟ پس عیسی از آنجا بیرون مرسی. شده به دیار سور و سیدون رفت ناگاه زن کنانیه ای از آن حدود آمده فریاد کنن وی را گفت مرسی در از ایسای مسیح داره میره استراحت کنه داره میره تو اون منطقه استراحت کنه در خدمت خداوند بوده در طول ساعت ها حالا داره استراحت میکنه این زن کنانی که در اصل یک زن یونانی هستش که در فنیقیه سوریه کنونی امروز نیز به دنیا اومده بود میشنوه که عیسی مسیح اومده اونجا و عیسی مسیح مریضان رو شفا میده و تصمیم جدی میگیره که بره شفای دختر خودش رو بگیره بله خداوندا پسر داوود بر من رحم کن زیرا دختر من سختی دیوانه دوتا دو تا مشخصات بسیار زیبا میده این زنی که از نظر اسرائیلی ها و یهودیان نجس بودن یکی میگه خداوندا هاللویا کلام خدا به من اعلام میکنه هیچ کس مسیر خدا و خداوند نمیتواند بخواند مگر اینکه روح القدس رو داشته باشه و دوم داره میگه ای بسر. پسر داوود داره تمام پیشگویی رو میگه من میدونم من شنیدم یعنی ایمانش هپلی نبوده ایمان علکی نبوده ایمان داشته روی اون ایمان و اطلاعات درستش به مسیح رجوع کرده بله لاکن هیچ جوابش نداد تا شاگردان او پیش آمده خواهش نمودن که او را مرخص فرمای زید. شاگردانش اومدن چرا؟ شاگردان نیومدن بگن که عیسی مسیح دختر این شخص را شفا بده به نوعی اومدن اعتراض دارن میکنن ردش کن بره نمیخوایم باشه بسه دیگه چرا؟ چون از دیدگاه اسرائیلی ها و یهودیان کنانی ها نجس بودن عذر میخوام اینو میگم مانند سگ نجسشون میدونستن گفتن آخه این نجس اینجا چیکار کار میکنه آبرو ما رو داره میبره مسی اینو بزار بره رهاشی مدسته و یک موقعیتی که از تعصب برمی اومد. از نجات پرستی برمی اومد. از غرورشون برمی اومد. بله او را مرخص فرمای زیرا در عقب ما شورش میکند داریم که اون... شورش میکنه یعنی داره کاری میکنه که آبرو ما رو داره انگار میبره داره یک شرط دیگه رو ایجاد میکنه چون مردم همه دارن میگن که ای چگونه ممکنه که مثلا یک زن نجس از یک موقعیت نجس این اومده داره دنبال عیسی مسیح میره پس گویا آبروی شاگردان داشته میرفته مسیح که خب برای همه اومده بود اما حالا ببینیم چی میشه اتفاقا این قسمت ناگفته نمونه لطفا دقت کنید حساس یکی از حساس قسمت‌های کلام خداست که عزیزان اگر آگاه نباشن لغزش میخورن تو این قسمت بله او در جواب گفت فرستاده نشده ام مگر به جهت گوسفندان گم شده خاندان اسرائیل خیلی ممنون در از آنچه که مسیح داره میگه داره به نوعی آنانی که دارن اونجا گوش میکنن به عنوان یهودیان و اسرائیلیان و شاگردان مسیح چرا اینها میدانستند مطابق پیدایش دوازده مطابق پیدایش دوازده دو و باب هیوده نجات از ابراهیم میاد برای یهود یعنی نقشه خدا این بود که از قوم اسرائیل نجات رو بیاره حالا شما میتونید سوال کنید چرا قوم یهود خب حالا میتونست از ایران باشه میتونست از قوم ما باشه خدا باید از یه چه شروع میکرد مثل این هستش که شما این بورشورا رو میخواید بگید دست به دست یه نفر تصمیم گیره از اون آخر به پخش کنه یکی تصمیم گیره از اینجا پخش کنه فرقی نمیکنه باید از یک جایی شروع می شود. این داله بر این نیست که قوم یهود از همه بهتر بودن خیلی تاریخ داره ثابت میکنه که چقدر در مقابل خدا و کلام خدا ایستادگی کردن حتی موسا رو به خشم آوردن از دوازده رهبر ده تاشون ترسو بودن اذیتش کردن پس این گونه نیست که اون بهترینه اما نمیتونیم بگیم بدترینم هم بودن قسمتی از مردم روی زمین بودن که خداوند دست میذاره به توسط ابراهیم که به توسط ابراهیم این نجات وارد جهان بشه بله پس آن زن آمده او را پرستش کرده گفت خداوندا مرا یاری کن در جواب گفت که نان فرزندان را گرفتن و نزد سگان انداختن جایز نیست خیلی ممنون آنچه که مسیح میگه آیا از غرورش بود؟ آیا مسیح هم نجات پرست بود؟ آیا عیسای مسیح نیست؟ ایستاده بودش که بخواد این زن را آزار بده و نگاه کنه به مردمی که اطرافش هستن ببینن اونا چی میگه مسیح هم بالاخره مسلحتی کار بکنه؟ خیر مسیح در اصل از مثالی استفاده میکنه که این مثال مرسوم بود این ضرب المثل یهودیان بود مسیح از همون مثال داره صحبت میکنه استفاده میکنه که داره به نوعی میگه این نظر شماست این فکر شماست من دارم فکر شماها رو به این زن میگم بله عرض کرد بله خداوندا زیرا سگان نیز از پاره های افتاده سفره آقایان خیش میخورند بله آنگاه عیسی در جواب او گفت ای زن ایمان تو عظیم است تو را بر حسب خواهش تو بشود که در همان ساعت دخترش شفا یافت هاللویا این زن اولین شخص غیر یهودی بود که خداوند را اجابت کرد و دختر اون شفا گرفتش اما مسیح هرگز همفکر با شاگردانش نشد مسیح هرگز همفکر با دیگرانی که او رو نجس میدونستن نشد چرا که مطابق پیدایش دوازده سه میخونیم که خدا به ابراهیم میگه از تو جمعی قبایل جهان برکت خواهند یافت پس بنابراین مسیح به هیچ وجه اینجا موقعیتی رو نمیخواد حفظ کنه که بگیم نجات پرهست است نکته دوم که باید بهش توجه کنیم ایمان باعث نجات می شود و نه نجات باعث نجات بشه مطابق ابرانیان 11-6 افسوسیان دو ۸ و یوحنا 3-16 نقطه سوم کلام خداوند اعلام میکنه من رحمت میخوام نه تعصب مسیح محبت و رحمت خودش رو اونجا داره آشکار میکنه در متا 9 13 میخونیم لیکن رفته این را دریافت کنید که رحمت میخواهم نه قربانی زیرا نیامدم تا عادلان بلکه گناهکاران را به توبه بیاورم و اینجا عیسی مسیح در اصل داره جواب مردم اونجا رو میده و میگه من هم برای قوم یهود و هم برای تمام قومها ها آمدم مطابق انجیل متا دوازده بیست و یک که اعلام میکنه که عیسی مسیح امید همه ملت ها هست و نیامده که یک خانه رو بنا کنه یک خانه رو بسازه مانند انبیای گذشته تا بگه این خانه محل زیارت هست برید زیارت کنید اومده تا در وجود من و تو قرار همون گونه که مولوی اعلام میکنه حتما مولوی اینو درک کرده بوده ای به رفته بگیم کجایی کجایی معشوقه کجاست معشوقه همینجاست بیایید بیایید مشوقه میخواد توی وجود تو قرار بگیره مشروط برای که نپذیری دل آزردگی رو نپذیری دلشکستگی رو و با غم و نیز با اندوه زندگی نکنی چرا که باعث این خواهد شد که تو اذیت بشی و سیمین بهبهانی نیز اعلام میکنه دوباره می سازمت وطن دوباره می سازمت ای رویاها ای ویژن ها خسته خاطر نمیشم شکست خوردم صداهای منفی موقعیت های بد افرادی که بهشون وابسته دل شدم دلبستگی داشتم دل مرا شکستن اما من سکوت نخواهم کرد دوباره از نوع این امید رو میخوام ایجاد کنم به توسط مسیح دوباره میسازمت وطن اگر چه با خشت جان خیش هیچ کس با جانش میخواد بسازه ستون به سقف تو میزنم اگر چه با استخان خیش شنیخ استخانم بدنم میخوام ستون بشه امروز که من و شما به مسیح ایمان آوردیم این بدن متعلق به خداست آمین و شما عضوی از این بدن هستید بیستید برای کلیسای مسیح بیستید برای ویژن های خداوند بی تفاوت نباشید لطفا اگر می دست یاری بکنید از نظر همکاری فکری لطفا من و خادمین هستیم به ما اعلام کنید که چگونه خدمتی میتونید بکنید تا این خبر خوش نجات به گوش هموطنانمون برسه و اگر از نظر مالی میتونید کمک کنید از نظر تخصصی میتونید کمک کنید تا چند سال دیگه ماها میتونیم من و رهبرهای کلیسا در کنار هم باشیم برای این خدمت بیستیم قدم های بعدی قدم های شما هست به طور خاص جوانانی که هم سن من هستن البته نوبت شما هست بی تفاوت نباشید اکتفا به یک موعظه نکنید بگید سهم ما چیه خواهش میکنم این هفته ما توی آفیس کار زیاد داریم عزیزانی که مایل هستن این هفته بیان به ما یه دست یاری بدن برای مهمانی که داریم 25 دسامبر لطفاً با برادر عزیزم مسعود هماهنگ کنن مسعود جان لطفا بیستید خب حالا همه منو ببینید مسعود اون عقبه آره لطفا اعلام کنید مسعود جان عزیزان ببین چه کسایی هستن که ما بتونیم پنجشنبه... حالا تاریخش رو بهتون میگم نمیخوام الان گفته باشم ولی بیاید چون یه سری کار تبلیغاتی میخوایم انجام بدیم احتیاج داریم یعنی من نمیتونم هم موعظه بکنم هم پیگیری بکنم هم به بیمارستان و اون برای این و اینا سر بزنم هم اطلاعات به دست بیارم هم برم توی آفیس تمیز کنم و همه کارا رو انجام بدم و تبلیغات هم درست کنیم با دو سه نفر خواهش میکنم دست همکاری بدید آمیان. کمک کنید تا آنانی که توی کشور ما ایران و بیرون از ایران هستن فکر کردن از ایران بیان بیرون دلازردگی هاشون خوب میشه خوب نشده خبر خوش نجات رو و از این دلازردگی رهایی پیدا کنن آمین نکته دوم رو بریم میتونیم دو نکته رو داشته باشیم همه بوشور داریم نکته اول پیام انجیل مسیح چیست پیام انجیل آمدن خداوند بر زمین هست میتونیم بگیم آمین این قسمت رو بگیم آمین هاللویا برای آگاهی حقجویان از هر گمراهی تا بصیرت یابند چرا که به توسط بصیرت و حکمت هست که زندگی سالم ما خواهیم داشت که اون رو روح القدس به ما میده نکته دوم پیام انجیل آمدن خداوند بر زمین هست بشنوم یه واعظی میگفت بعضی موقع بگید آمین خیلی خوبه تو کلیسا باور کنید آمین عزیزان یعنی حقیقتا دوباره میگم پیام انجیل آمدن خداوند بر زمین هست آمین. برای شفا و شکست دلان از هر رنجی تا امنیت یابن آمین. که ما توی دستای خداوند میتوانیم این امنیت رو نیز داشته باشیم برای جلویم و بهترین نمونه حالا ما دو تا نمونه گفتیم نمونه خوب و بعد اما بهترین نمونه خود خداوند هست آیا خدا در باغ عدن دلش نشکست؟ خب میتونه از آدم و حوا رو تمام دیگه برید اصلا نخواستم از نو میسازم بتون تمام ولی اونها رو در کرد اونها رو در کردش و کمکشون کردش ما در پیدایش می میخونیم اصلا علنا خداوند تو پیدایش 66 میگه پشیمان شدم این انسان رو آفریدم ساختم ببین چه کار کرد خب آیا خدا تموم کرد؟ نه خدا از نوح استفاده کرد از نسل نوح ما آمده ایم پس خود خدا آزرده نشد یه مقداری میریم جلوتر آیا عیسی مسیح قاتلانش که اطرافش بودن شلاقش زدن آب دهان بر صورتش پاچیدن آیا گفتش که خدا یا اینها رو نابود کن؟ خیر چقدر فرمول زیبایی اعلام کرد میدونید آنچه که مسیح میگه داره از قلب که شکسته نیست صحبت میکنیم مسیح دلش نشکست مسیح میدونست برای چی داره میاد مسیح دلازرده از ما نشد اگه دلازرده بود میگفت خدایا من از اینا گذشتم تو هم بگذر نه گفت ای پدر از گناه اینان بگذر زیرا نمیدانند که چه کار کردن و کاملا وجود خودشو شست از این دلازردگی اگه میخوای داهاد اجابت بشه اگه میخوای سالی پر از برکت داشته باشی در آینده از تمام دلازردگی هات خودت رو راحت کن، آزاد کن و مطمئن باش که خداوند تو رو برکت خواهد داد و نیز نامش در زندگی تو جلال پیدا خواهد کرد آمین. آمین لحظه با هم بیستیم لطفا پس یافتیم عزیزان باید تصمیم بگیریم دلت شکسته؟ همین الان دلت شکست؟ نمیدونم امروز صبح دلت شکست؟ دیروز دلت شکست؟ پارسال دلت شکست در حضور خدا توبه کن کاملا بسپر نباید دلت بشکنه فرزند خدا نباید دلت بشکنه حتی عزیزانی که هنوز به مسیح ایمان نیاوردند، اگر میخواید زندگی سالم داشته باشید نباید دلتون بشکنه چون با دل شکستگی زندگی شما سالم نخواهد بود درش آرامش نخواهد بود آمین لطفا همه با همین آیه‌ای که برادرم لطفا روی تابلو بزنه بخونیم مزمور 119 117 داریم پرویز جان؟ بله لطفا همه با هم بخونیم خدایا, خدایا. مرا محافظت کن محافظت تا, در تا در امنیت باشم و اوامر تو را به جا آورم هاللویا